خب حالا از دیگه آیت الله عظمای بهجت رضوان الله تعالی علیه هم برای ما یکی از رفقا به نام آقای رجالی که ایشون خیلی رفت آمد داشت از قدیم با آیت الله بهجت و درس ایشون رو خیلی شرکت میکرد و خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم با صفا و صادقی هست. ایشون یه چند تا چیز رو بر ما نقل کرد. یکی اینکه میگفت خب آیت الله بهجت به این راحتی هر کسی را نمیدادن برای ملاقات و اونم ملاقات طولانی این حرفا، ولی آیت الله خامنه ای مرتب خدمت آیت الله بهجت میرسیدن و این رابطه صمیمی داشتن. زیاد به طور مخفیانه آقا میومدن قم و میرفتن خدمت آیت الله بهجت. و یکی از زمانهایی که ایشون میگفت اصلا زمان ملاقات این دو بزرگوار بوده گفت سحر بود، 2 ساعت رو اذان صبح سحر ایشون میگفت که آیت الله خامنه گاهی میومدن تو موقعیت حساس مثلا خدمت آیت الله بهجت و میرفتن. خب این نشانه علاقه شدید آیت الله بهجت به مقام معظم رهبریست که تو این موقعیت شب سحر آقا را میخواستن و با هم بودن صحبت میکردن. و باز ایشون میگفتن که موقعیت آیت الله خامنه قم تشریف آورده بودن، چند سال پیش که تشریف آوردن یه هفته قم بودن، جمعیت زیادی خب برای استقبال اومده بودن تو خیابونها. ایشون گفت که آیت الله بهجت هم اومدن جز جمعیت استقبال کنندگان، حالا یه مرجعی در سن حدود 90 سال. ایشون هم بله بودن در جمع استقبال کنندگان آیت الله خامنه ای. ایشون گفت که یه وقت شخصی به ایشون گفت که آقا شما با این سن سال اومدید وسط این جمعیت استقبال کنندگان. این آقا گفت آقا فرمودن اگر مردم میدونستن که استقبال این سید چقدر ثواب داره هیچ کس تو خانه نمی نشست. این تعبیر خیلی زیباست که اگر مردم میدونستن استقبال این سید چقدر ثواب داره هیچ کس تو خانه نمی نشست. حاجای صدیقی هم که خب تو مراسم آیت الله بهجت نرم کردن که چقدر آقا برای سلامتی آیت الله خامنه ای نذر میکردن و گوسفند نذر میکردن و تا کارهای انجام میدادن. خب این بار نشانه شدت علاقه بود به آقا. و چیزی که نقل کردن اخیراً که 6 ماه قبل از فوت آیت الله بهجت، آیت الله بهجت گفته بودن که آقا رو بگین بیان اینجا من باشون کار دارم. آقا رو خواسته بودن، آیت الله خامنه‌ای اومده بودن اینجا قم، صحبت‌های با هم داشتن، از جمله آیت الله بهجت فهمیده بودن خطری به سمت شما داره میاد و من این خطر را احساس میکنم و من آنچه باید برای شما انجام بدم در سلامتی شما انجام دادم. حالا از خط و نظر هرچه بودیم و فهم بردن خودتونم هر کار میتونید انجام بدید. فهم بردن من آنچه باید انجام بدم انجام دادم، خودتونم هر کار میتونید انجام بدید. تا این حد البته به کاملش رو از آقای صدیقی رو منبر نگفتن، ولی بعد من از یکی از دفتری آیت الله بهجت پرسیدم ایشون کامل تر گفتن. گفتن یه چند روز گذشت و باز دوباره آیت الله بهجت گفتن که آیت الله خامنه یه بگید یه نفر بفرستونم باشون کار دارن. از آقای محمدی گل پایگانی آیت الله خامنه فرستادن پیش آیت الله بهجت. آیت الله بهجت دو مرتبه تأکید کردن که من برای سلامتی شما هر کار میتونستم انجام دادم، خودتونم یه کاری انجام بدید. برای بار دوم بعد از چند روز این تأکید آیت الله بهجت داشتن
که به واسطه آقای محمدی کلپایگانی به آقا خبرش رسید و حالا بعد بالاخره خدا آیت الله خامنه‌ای هم هر کاری باید انجام بدن انجام داده بودن و آقا زاده آیت الله بهجت ایشون میگفت که یه موقعی آیت الله خامنه‌ای تشریف آوردن قم، بعد آیت الله بهجت فرمودن همه از اتاق برن بیرون، حالا هر کس میمد ملاقات آقا، ملاقات آیت الله بهجت، پسر آقا بعضی یه حضور داشتن، ولی میگفت یه موقعی آیت الله خامنه‌ای که اومدن آیت الله بهجت گفتن هیچ کس نمونید، همه برید بیرون، نبا آقا حرف خصوصی دنن. اینجور مثلا تا مدتی با هم دو نفری خصوصی بودن، ما همه رفتیم بیرون از بطن، اینقدر با هم صمیمی بودن.